به گزارش خبرگزاری فارس، در تاریخ 8 آذر سال جاری، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت نهم، در مورد مراسم 16 آذر با ضد انقلاب خواندن جنبش‌های دانشجویی اظهار داشت که در سال جاری اجازه سوء استفاده به آنها نخواهند داد. همزمان با دانشگاه تهران، تجمع‌های دانشجویی در دانشگاه‌های بوعلی سینای همدان، عراق، زنجان، تربیت معلم تهران، مجتمع پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و دانشگاه قزوین برپا گردید که در برخی نقاط از جمله همدان آن مراسم توسط نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و ماموران از گاز اشکاور استفاده کردند. روز دانشجو در ایران یادبود کشته شدن 3 دانشجو در 16 آذر سال 1332 در یک درگیری با نیروهای نظامی است. 3 ماه پس از برکناری دولت دکتر محمد مصدق در آستانه سفر ریچارد نیکسون، معاون پرزیدنت دوایت آیزنهاور به ایران، پس از تحریک گارد نظامی توسط چند دانشجو، سربازان گارد بست دانشگاه را شکستند و در زد و خورد با دانشجویان 3 تن از آنان را در صحن دانشکده فهنی با شلیک گلوله از پای درآوردند. بعد از این واقعه 16 آذر ماه هر ساله و به طور غیر رسمی روز دانشجو نام یافت و پس از انقلاب 1357 رسماً به عنوان روز دانشجو نامگذاری شد. در دهه‌های اخیر گرد همایی دانشجویان در چنین روزی همواره با تنش بین دانشجویان و نیروهای انتظامی همراه بوده است و به یک برنامه سالانه تبدیل شده که در آن دانشجویان آزادیخواه اعتراضات خود علیه سیاست‌های دولت را ابراز می‌کنند. مهدیه در مراسم سال گذشته روز دانشجو نیز یکی از سخنرانان بود. در سال میلادی گذشته سال 2007 طبق آمار عفو بین الملل ایران 317 نفر را اعدام کرد که آن کشور را پس از چین در رتبه دوم کشورهای اعدامگر قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ایران در سال میلادی 2008 شمار اعدامیان دست کم 227 تن است ولی عفو بین الملل تعداد اعدامیان را تا آخر ماه نوامبر 2008 296 نفر اعلام کرده است. از سال 2005 میلادی به این سو یعنی 3 سال اخیر عفو بین الملل اعدام 26 بزهکار نوجوان را در ایران مستند کرده است. در برخی موارد مجرمین صغیر تا رسیدن به سن 18 سالگی زندانی شده و پس از آن اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل در حال حاضر در ایران 134 بزهکار زیر سن 18 سال در انتظار اعدام هستند. کشور در بند هستن، اما فقط اونها زندانی نیستن، ما نیز زندانیم، چون نفس بکشیم حراست چکمش رو دهن ما میذاره، حراست دانشگاه علامه اونجاست، حراست پلی‌تکنیک اون بره، فقط حراست تهران امروز اینجا نیست. همراه ما دانشجویان علامه ای، همراه دانشجویان دانشگاه آزاد و همه دانشگاه های کشور حراست آنها نیز در این دانشگاه حضور دارن. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در آستانه روز دانشجو با اعتراض به آنچه نقض آزادی‌های علمی در دانشگاه‌های ایران عنوان کرد، از 201 دانشجو بازداشت شده
و 161 دانشجوی محروم از تحصیل طی یک سال و نیم گذشته نام برد.